دوستای عزیز و خوبمه، ناگفته نمانه که در دعا ابتدا و انتها باید صلوات و درود داشته باشه. دعا باید با صلوات باشه. در لابلای دعای خود درود به رسول صلوات الله علیه فراموش نکنه. باید این عظمت و بزرگی در دعا حفظ بشه. ستایش پروردگار و در کنار او درود بر رسول صلوات الله علیه، اینا باید باشه. از یک دعای کامل داشته باشیم. دو زانو طرف قبله نشسته، کمی کوشش بکنین عجز و عاجزی در خود پیاده بکنین، نبا کبر و غرور و تکبر و ریا، و کوشش بکنین از خدای خود با عاجزی بطلبین. هرچند حالت شما به شما و خدای شما مربوط میشه، شاید خداوند متعال که مالک قلوب هست به هر طریقی از شما بپذیره. من فقط دارم آدابی رو بیان میکنم. کوشش بکنین که لحظاتی که شکم شما گرسنه هست از خداوند طلب بکنین. وقتی که گرسنه هستین، یک حرف جالبی داریم در این جامعه. در این جامعه، حالا این جامعه که من میگم فقط هرات رو نمیگم، در اکثر جاها میگن پولدارا کمتر دعا میکنن. تلاش بکنین که دعا بکنین، در هر حالتی که هستین از خداوند بطلبین. فاما به نعمت ربی که فحدث، از نعمتهای پروردگار یاد بکنین. لتسالن یومئذین عن النعیم، از نعمتها و اندازه ذره هم باشه از شما سوال میشه. پس تلاش بکنین با دعا کردن شکر نعمت پروردگار هم به جا بیارین. خدایا سپاسگزار هستم که به من توفیق دادی تا برنامه در جستجوی آرامش برای بندگان خوبت رو تقدیم بکنم، محتوای قرآنی و علمی و ایمانی تقدیم بکنم. خدایا شکرگزار هستم که زبان من به صفات تو گویا هست. چقدر خوب، لذت خاصی داره هر وقت ما دعا میکنیم. پس من گپ خودر پس میگیرم که پولدارا کمتر دعا میکنن. همه شما دعا میکنین، همه شما واقف اسرار هستین که از خداوند هست. مالک خداوند است. او چیزی که خداوند به شما داده، او 200 لگفقانی که شما دارین از خداونده و شما امانتداری اموال هستین. اگر مما رزقناهم ينفقون باشه، خب شما یکی از متقیان هستین، چون صفت متقیان این است که از او چیزی که خداوند به اونها عنایت کرده در راه خدا صدقه میکنن. پس چقدر خوب است که شما خواسته ای دارین از پروردگار خود. هیچ کدام من و شما بدون درد و رنج و مشقت نیستیم، پس به این فکر نباشیم. حالا شاید کمی او عزیزایی که سالم هستن یک ذره قفلت بیشتر داشته باشن و کمتر به خدا رجوع بکنن و کمتر از خداوند بخواهن. اما من برای او عزیزا توصیه دارم که اونا باید بیشتر بخواهن. یک رسم جوانمردی نیه، شما وقتی که نیاز دارین از خداوند میطلبین، وقتی که نیازها برطرف میشه حالا کم کم داریم فراموش میکنیم اون رحمتی که تا دیروز با دعا نصیب شما شده بود. دعا قبول میشه و اگر قبول نشه فردای قیامت بالای ترازوی اعمال شما گذاشته میشه. خواسته های شما از پروردگار، شاید شما 10 سال دارین دعا میکنین و خداوند او چیز نصیب شما نکرده، خب شاید سال 11 نصیب بشه. خالق منان و دیان و ربان با حکمت است، با درایت است، و من و تو به درایت خداوند نباید شک بکنیم. خداوند در نباید آزمایش بکنیم ببینیم ما بگیم خدا میده، یعنی اگه داد که خدا هست، اگر نداد العیاذ بالله بین ما و خدا فاصله باشه. نباید این قسم باشیم. دوست عزیز، از خداوند بطلبین. پروردگار عالم او چیزی که باید در نصیب شما میکنه، چون خداوند دوستدار شما هست، خداوند برای بندگان خود مهربان است. شما تلاش بکنین از جمله صابرین، از جمله محسنین، نیکوکاران و از جمله کسانی باشین که پای خود از گلیم خود دراز نکنین. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تا عزیز مصر کنعانت کنن. خار شو تا گل به دامانت کنن. بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله
دورانت کنند. طاعات و عباداتتان قبول، محتاج دعای همه شما بندگان خوب خدا هستیم. انشاءالله عزیزایی که روزه نگرفتن و نمیگیرن از فردا قصد روزه بکنین، زیرا این روزها جبران نمی شود. انشاءالله که پیامر با عشق و روح بپذیرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. صدق الله العظيم.